سلام بر سروران و یاران کانال. دوستان در خدمتون هستم. برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی یک شنبه 4 تیر. عزیزان دل، مثل همیشه خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خیلی خوش آمدین دوستان و من مثل همیشه قدرشناس و سپاسگزار تمام زحمات شما دوستان و یاران کانال هستم. دوستان، لایک های شما باعث میشه که این کانال زنده بماند. تنکس های شما، کامنت های شما، بازدید شما از این کانال باعث قدرتمند بودن این کانال و میشه. من از شما یک سپاسگزاری ویژه دارم. ببینیم چه خبر است در انرژی ها. مثل همیشه از کارت های هیجانی شروع میکنیم و ببینیم چه هیجاناتی وجود داره. دوستان، یک خط انرژی میریزیم مثل همیشه دوستان و بعد میریم سراغ ابعاد مختلف زندگیتون. ببینیم چه انرژی هایی هستن، انرژی های عمومی شما. اعتماد، اعتماد دارم. به چه چیز اعتماد داریم؟ بعدا میفهمیم. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. از کارت های سبز مثلا اکثر اوقات استفاده می کنم که خیلی هم دوستشون دارم. کارت های سبز بهتون شنیده. اوکی، دارم میبینم اینجا اعتماد دارین. یک مسئله ممکن هست در یک حالت توقفی باشه توی زندگیتون و دارم میبینم تلاش میکنین که ممکن است از این توقف در بیاد. دوستان، آدمی هستین که اینجا دارم میبینم برای زندگیتون تلاش میکنین، با پشت کار هستین و دلتون میخواد که به هدفتون درست حسابی برسین. عجله ندارم، نمیخوام همینجوری بیگدار به آب بزنم. خب از کارت دیگه استفاده میکنم براتون. ببینیم کارت دیگه بدون چی میگن دوستان. کارت بعدی دوستان دارم میبینم که مسئله هست که شما رو میترسونه. یک مسئله هستش که حالا ترس از خیانت ممکن هست باشه برای یک سری، یا ممکن هستش که در یک پروژه احساس کنین احساس خطر دارین میکنین، ولی با همه این احوال اعتماد هم دارین. یه دو تا چیز متناقض هستش، یعنی که میترسم از اینکه اتفاقاتی بیفته و به مقصد برسم، برای همین محتاطانه عمل میکنم، چشمامو باز کردم، پشت کار دارم، ولی از جانب دیگه ترس هنوز هستش. یعنی احساس میکنم خودتون رو دارین چیکار میکنین، یه جورایی قانع میکنین، ولی در ته دلتون یه چیزایی میترسونتتون. ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. یک مسئله خانوادگی ممکن هست باشه دوستان. ایمیون، ترس از یک خیانت خانوادگی ممکن هست باشه، ولی اینجا شانس برای شما میبینم. شانس با شما یار هست. و ببینیم کارت دیگه. از سیمبولون استفاده میکنم دوستان. ببینیم سیمبولان بهتون چی میگه. ترس از این دارین که سر شما کلاه بره. نرمال هستش. حالا ممکنه در یک پروژه خانوادگی باشه، در یک مسئله دیگه باشه، با دوستی باشه، هر چیزی که هست. ترس از این دارین که یک گرگی اون زیر میره قایم باشه. خب عزیزان، ولی خب دیدیم که شانس با شما یار بود. ببینیم که چه خبر است در انرژی های شما. برای اولین بار برای خواندن انرژی های روزانه، همیشه در اون خط انرژی استفاده میکردم از بگو که دوستم داری، از این کارت اوراکل، ولی امروز دارم تصمیم گرفتم برای خواندن کارت ها ازشون استفاده کنم. حالا این کارت هم خیلی بزرگ هستن و از دست من نمیافتن. من فکر میکنم که بهترین راه این هستش که من اینا رو یک یک در بیارم. اپ 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 اپ. اگر افتاد افتاد، اگر نیفتاد پهنشون میکنیم و یکی یک میکشیم. خب در انرژی های شما چه انرژی های با شما دوستان همراهی میکنه؟ او یکی
دوتا. ببین دوستان اینجا چه کارتی افتاد؟ یکی اینکه احساس میکنم که یک سریاتون تنها هستین، در روی خودتون بستین به خاطر اینکه شاید ناراحت هستین، زخمی هستین از مسئله، و اینجا دارم میبینم که احتیاج به کمک دارین، احتیاج به حمایت دارین و اینکه احتیاج دارین که کسایی بیان تشویقتون کنن و پشتتون واسن و کمکتون کنن. پس حرف از این میزنه که واقعا یه سریامون احتیاج به این داریم که کسی بیاد دستمون رو بگیره. پشت کارتا حرف از بله، حرف از توجه میزنه، حرف از تفکر میزنه. اینجا واقعا همینجور هست، در تنهایی هستم، تفکر میکنم اینکه احتیاج به کمک دارم، شاید کمک فکری احتیاج داشته باشه. در ارتباط با مسائل احساسی چه خبر هست؟ یه کارت اینجا افتاد، دارم میبینم که یه نفر برای شما به هر حال شما رو میپسنده، چیزی نمیگه، ممکنه قایم باشه، شما نشناسینش، و اینجا دارم میبینم که امید و آرزو هست در این مسئله. یه نفری داره سر راهتون قرار میگیره که شما رو داره نگاه میکنه و این مسئله دارم نپر از امید و آرزو هستش دوستان، و تعادلی که در زندگی احساسی شما داره به وجود میاد. بسیار خوب، چه به به. و ما بریم ببینیم در مورد مسائل کاری چه خبر هست. در مورد مسائل کاری دوستان حرف از سپاسگزاری میزنه، خب، و اینکه نتیجه گیری. او سه تا کارت افتاد اینجا در مورد مسائل کاری و جشن میزنه. ببین من فکر میکنم که شما با توجه با استفاده از اون نرمش ها، انعطاف پذیری ها، حس ششم به خودتون دوستان، و یک اهدافی دارین در دامنه کاریتون میرسین، سپاسگزار هستین از این مسئله، از خودتون، از کائنات، از سابکارتون، حالا هر کسی که هست، و این مسئله رو دارین جشن میگیرین. در ارتباط با مسائل مادی شما چه خبر هست؟ در ارتباط با مسائل مادی شما دوستان دارم میبینم که اینجا حرف از بخشندگی و سخاوتمندی میزنه، مهربانی میزنه. این کارت بعدی چی بهتون میگه؟ کارت بعدی حرف از فراوانی در مورد مسائل مالی براتون میزنه. حالا یا دیگران با شما بخشنده هستن و اینکه فراوانی اینگونه وارد زندگیتون میشه دوستان، یا اینکه شما هستین که فراوانی دارین توی زندگیتون به خاطر اینکه شما هستین که بخشنده هستین با دیگران و کائنات به سمتتون فراوانی میفرستن. و اینجا حرف از یک ازدواج میزنه این پشت، و حرف از زوج میزنه. حالا برای چی اینجا افتاده نمیدونم. این کارت در مورد مسائل اجتماعی شما چه خبر هست؟ در مورد مسائل اجتماعی شما دوستان حرف از این میزنه که شما پیش بینی میکنین، پیش بینی یک سری از مسائل رو دارین میکنین، اوکی، پیش بینی میکنین و اینکه دعا میکنین، پیش بینی یک سری از مسائل رو جلو جلو در دامنه اجتماعیتون و دست به دعا هستین و امید دارین در دامنه اجتماعی. همیشه وقتی ستاره و ماه اینجوری میافتن، یعنی اینکه دوستان مسائل اجتماعی شما محافظت شده هستش و به حاجت رسیدن با گذشت زمان. در مورد که چالش شما چه چیزی هست عزیزم؟ چالش شما این هستش که زحمت بکشید. چالش شما این هستش که خستگی هاتون رو در نظر بگیرید. خب بله، و اینکه مهربان باشین با خودتون، اول با به خودتون گوش بدین دوستان، چه چیزی کمکتون میکنه. باز هم دوتا کارت افتاد اینجا، یک شروع دوباره در زندگیتون دوستان. من احساس میکنم یک سری از شما دوستان خیلی از زندگیتون درس آموختین، از چیزای اتفاقاتی حتی بدی که از زندگیتون بوده درس آموختین، و اینجا یک شروع دوباره دارم میبینم. ببین عزیزانی هستی که اونجا که ترس از خیانت داشتین، اینجا دارم میبینم که راه حلی برای شما پیشش روی شما داره باز میشه که این حالتها رو از خودتون دور کنین، یا اینکه این ترس خیانت رو از خودتون دور کنین. بریم به چه سمتی میرین عزیزان؟ به سمت آزادی، استقلال، حرکت. کسی اون پشت اون بالا از شما محافظت میکنه.
دوستان، من خلاصه از کارت ها رو بهتون میگم و بعد میریم سراغ کارت های دیگه. دارم میگم که امید و اعتماد شما دارم میرم در مورد مسئله که داریم برایش زحمت میکشیم که به نتیجه میرسه. ولی در کنار اونها دارم میرم چشمتون رو باز کردیم و اگر کسی بخواد سرتون رو کلاه بذاره، میخوایم ماچش رو بگیریم. ممکن هستش که در ارتباط با مسائل خانوادگیتون باشه، یا اینکه که کلاه برداری میترسین از اینکه خانواده ای دور و برتون باشه که کلاهی سر شما گنده بذاره. در ارتباط با زندگی چالش شما انرژی های شما چه چیزی هست؟ دارم میبینم که دوستان یه مقدار احساس تنهایی میکنین، در روی خودتون بستین، فکر میکنین و احتیاج به کمک دارین. بعد در مورد مسائل احساسی هم دیدم که کس جدیدی داره نگاهتون میکنه و از دور امید و آرزویی در این ارتباط جایز هستش. در ارتباط با مسائل کاریتون عزیزان دل دارم میبینم سپاسگزاری شما. در ارتباط با مسئله‌ای که به خاطر نرمش شما و انعطاف پذیری شما همچنین حس شما که کمکتون کرده در مورد مسائل کاریتون سپاسگزار هستین و جشن دارم میبینم. در مورد مسائل مالیتون دارم میبینم عزیزان دل اینجا که بخشندگی شما باعث میشه که فراوانی وارد زندگیتون بشه. در ارتباط با مسائل اجتماعیتون هم دوستان دارم میبینم که آینده رو پیش بینی میکنین و امید و آرزو بر این هست که شرایط بهبود پیدا کنن. چالش شما این هستش که به خودتون گوش بدین، اونجایی که خسته هستین استراحت کنین، اونجایی که باید تلاش کنین دوستان حرکت کنین و تلاش کنین. در مورد مسائل چیزی که کمکتون میکنه دوستان، این حرکت شروع دوباره یک نفس جدیدی که در زندگی شما هست و شما عزیزانی هستین که چشمتون باز هست در مورد هر اتفاقی که ممکن هست براتون بیفته، ولو بد چشمتون باز هست و نمیذارین این اتفاق بیفته. به چه سمتی میریم؟ به سمت آزادی و استقلال. خب دوستان بریم ببینیم که در دامنه احساسی چه خبر است برای شما دوستان عزیز. دو تا کارت افتاد. با گذشت زمان میگه سبکبالی خودتون رو به دست میاره. اونایی که احساس میکنین که دوستان زندگی شما در یه سنگینی هستش، زندگی احساسیتون. دارم میرم با گذشت زمان یه مقدار صبر رو میدونم که همه کیر دست جمعی میریسیم با کلمه صبر، ولی خب به هر حال باید یه صبوریایی انجام بدیم. و اما بریم ببینیم دوستان چه خبر است در کارت شما دوست عزیز که دارین فالو نگاه میکنین. قطب مؤنث خانم باشین یا آقا، یین مقدس چه انرژی هایی با شما همراهی میکنه؟ اینجا حرف از ناامیدی میزنه، میگه که من ناامید هستم چون در هر کاری انتظار من زیاد هستش. میگه که من آماده هستم و کاملا آماده هستم و نمیدونم همسو و نمیدونم و دارم به سمت تو میام. اوکی؟ و ببینیم کارت بعدی. کور، کر بود کورم شد بنده خدا، و اینکه من نمیتونم همه چیزو ببینم و احساس میکنم که در سراب هستم. بله عزیزان دل توجه کنین، قطب مؤنثی هستش که با اینکه احساس میکنه آماده شروع حالا شاید مسائل احساسی داره، ولی هم کر هم کور هم ناامیده. این از این قطبای مؤنث خود گول زن هستش، خودشو گول میزنه دیگه، احتیاج نداره که قطب مذکر بیاد گولش بزنه. ناامیدم به خاطر که خیلی انتظار دارم. بله ناامید میشیم وقتی که در دیگران امیدهامون رو میبینیم، این نه در خودمون، باید در خودمون امید خودمون رو ببینیم دوستان، نه در دیگران. به چه درد میخوره در دیگران منتظر این باشیم که یه نفر دیگه به دلش به حال ما بسوزه؟ هرگز. خب بریم ببینیم دوستان قطب مذکر که دنیا از دستش خراب هست، منظور آقایون نیستن، لطفاً این همه فکر نکنیم که ما ناف دنیا هستیم، منظور خانم ها و آقایونی که دنیا از دستشون خراب هست و ارزش هاشون ارزش های پایین دنیوی هست. چه خبر هست؟ من به تو دست رد میزنم قبل از اینکه تو به دست رد بزنی. زی خیال باطل. اوکی ببینیم کارت بعدی. میگه که من تصمیمم رو گرفتم و عوض نمیشه، و اینکه من میدونم که تو اون شخصی که باید باش زندگی کنم هستی. اوکی اینم شاید زی خیال باطل. اینم میگه که من نمیخوام برات بنویسم با اینکه فکر میکنم و اینکه من خودم جوری خودم میگیرم که یک قدم به سمت تو بر ندارم. خب به درک. خب توجه کنیم این که من از مامان جذب کردم بذاره تو جیب چپش، به درد هیچ کس نمیخوره، بس دست رد میزنم و جوری خودم میگیرم. حالا اونم در خواب و خیال خودش وقتی که قرصاشو شسته خورده درست حسابی، این فکر و خیالا به سرش میزنه. خب عزیزان دل بریم ببینیم که چه خبر است در
چه پیامی داره شخص مورد نظر شما برای شما. اوکی، من به تو فکر میکنم. اوکی، حالا یه سری ها میگم ما هم همچنین، ولی این که با هم نباشیم اغلب اوقات تو در فکر من هستی و به تو فکر میکنم در همه لحظه، در همه حال. تصویر تو در ذهن من است و قلب من رو به ارتعاش در میاره و دوست دارم و این مسئله رو خیلی دوست دارم. خب اونم فقط تو قلبش باشه، تلپ تلپ به قلبش بزنه، یا تو مغزش باشه، دیگه از بیشتر از این چیزا ازش بر نمیاد. و اما بریم ببینیم فرشتگان عزیز نازنینمون چه پیام برامون دارن امشب. والا قلب اون یکی هم شده تلمبه. اوکی، او دو تا کارت افتاد براتون. اتفاق، به جای اینکه شرایط رو مثل یه شرایط سخت ببینی و غیر قابل پذیرش و تحمل، سعی کن که مثل یک اتفاق ببینیش و تمام امکانات رو در نظر بگیر. امکانات بیشتر از اون چیزی هست که تو تصورش میکنی. پس به جای اینکه همه چیز رو سیاه ببینی یا سفید، سعی کن یک رنگ میانه بهشون بدی. امید تو از دست نده. به این زودی ابرها خواهند رفت و خورشید خواهد درخشید. بسیار زیبا. عزیزان از دست رفتمون چه پیام برامون دارن امشب؟ میگن که آشتی کن. نمیبینی این همه انرژی رو که به هدر میری برای این حسای بد؟ ازت خواهش میکنم آشتی کن. اونجایی که من هستم بهتر درک میکنم همه چیز رو، بیشتر از اون زمانی که در قید حیات بودم. بنابراین به خاطر من این انرژی رو برای صرف خودت کن و نه صرف دیگران. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، این فال شما بود و میبرم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.